پیرزن دوشادوش همسرش به امید روزهای پربرکت پیش رو پشته های گل را زیرا رو می کند. حرمت پنگمبرون این بلار دور کن، خدا دور کرده. آغاز فصل کار و تلاش شالیکاران مازندرانی پس از باران‌های بی‌وقفه ماه‌های اخیر که می‌رفت امیدشان را ناامید کند. بله بارش داشته. ما دیگه ممکنه 100 دم باز به او باوریم ما زمین ما داشت خراب بکنه. ترسدان و اج گتیم باز توکل به خدا. در امتداد نگاه کشاورزان منطقه اما سدی بود که به واقع سدی شد برای مقابله با سیلاب، مقابله با تخریب. تونستیم در واقع سیلابی با دبی 500 متر مکعب در ثانیه رو در داخل مخزن سد کنترل کنیم و بتوانیم خطر بسیار که پایین دست شهرهای بابل و بابلسر و امیرکلا رو تهدید میکرد جلوگیری کنیم. سد البرز واقع در منطقه لفور سوادکوه که آب 54,000 هکتار از زمینهای کشاورزی پایین دست را تأمین میکند تا پای سیلابهای ویرانگر اخیر رفت و ویران نکرد. با توجه به بارش‌های برفی که تو ارتفاعات داشتیم و پیشبینی که میشد برای مدیریت سیلاب 7% ظرفیت مخزن رو خالی نگه داشتیم. حالا اما همان آب و همان آورد هم رنگ به رخ کشاورزان آورد و هم دل پرورش دهندگان ماهی پای سد را شاد کرد. سال گذشته به خاطر دمای بالای آب و کاهش بارندگی شیشتون تلفات داشتیم. الحمدلله امسال شرایط بسیار مطلوبه. آوردهای ذخیره شده پشت این سد قرار است دغدغه سالها کم آبی دیگر مناطق پایین دست سد را نیز امسال برطرف کند. برای تأمین آب موقت تعدادی از روستاهای منطقه جویبار 2 کیلومتر کانال خاکی اداز شده. درسته که بارندگی های اخیر موجب پر شدن ظرفیت بیشتر سدها و آببندان های مازندران شده، اما مهم مدیریت مصرف از اینجا به بعد در حوزه های مختلف کشاورزی، شرب و زیست محیطیه.